موتر حامل کمک به زنان بیوه در ولسوالی ادرسکن هرات. پس از پخش گزارش رادیو آزادی در مورد فقر و محرومیت ساکنان قریه بیوه ها، جمعیت هلال عمر افغانی به کمک آنان با توزیع این بسته ها اقدام کرد. این محل توسط رادیو آزادی، توسط رسانه رادیو آزادی از طریق ساعت های اجتماعی به نشر رسیده بود. ما این خبر شنیدیم و در رضاکارهای خود قبلا در جهت سرویس محل روان کرده بودیم. اینجا حدود 70 فامیل است. اینا مردم های بسیار آسیب پذیری هست که موادی که ما امروز آوردیم برای 70 فامیل است. اینا مواد غیر غذایی شامل کمپل، شامل ترپال، شامل کتی سهی است که مخصوص برای خانم ها هست، تصفیه کنی آب هست، و بشکه هست و ترپاله که آوردیم برای 70 فامیل رو توزیع میکنیم. در قریه بیوه ها ده ها زن همسرانشان را در راه قاچاق مواد مخدر به ایران از دست دادند. سه فرزند مریم نیز در ایران به تام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. حالا این زن در شرایط سختی به زندگی ادامه می دهد. تن کار نبود اگینا و بینویگی هیدنی برفتن کار کنن اینک مواد بردم همون جگاه و گفتن سر مانو تقدیر خدا شد بگفتن بکشتن میتا شد هم پول نداشتن که بیارم نه پول نداشتن نه مرگ شد دیدن نه دردی شد حتی بی جون خوار برفتن تن دارم یکی سه اولاد داره یکی دو اولاد داره خود منو پیر مرگ و خدا بیامد وقت مرده ها همین آرسا منو خود منو همین بچی همه برفته چه این دیگه با مال قطیق برای کشته شد دیگه بگیرستم ادام کردم خود تام کنی به ایران ادام نمی کنه بگیره خواه ادام کردم گفتم شیعه ایش شده شده بر برفته مال قطیق بوده ایسا چه افاش ده تا کده اگری دیگه بمانده دیگه چی بگم قصد دیگه چی بگم قبل از نشر گزارش رادیو آزادی هیچ کمکی به ساکنان قریه بیوه صورت نگرفته بود. اما ولسوال ادرسکن امیدوار است که نهادهای بیشتری برای کمک اقدام کنند. با مو شکلی که خبررسانی رادیو آزادی به ولسوال ادرسکن تشریف آوردن یک هفته نمیشه که اینو دیدیم که مؤسسه محترم میلال عمر آمد و صدای ما رو به گوش مسئولین رسان. خواهش ما می است که رسانه ها دیگه هم به ولسوال ادرسکن تشریف بیارن و اینی میتونه که رادیو آزادی صدای ما، صدای مردم غریب و بیچاره ادرسکن رو به گوش مردم رسان. اینی خواهش ما از رسانه های دیگه هم داریم که تشریف بیارن به ولسوال ادرسکن، حال احوال مردم رو ببینم، مشکلات مردم رو ببینم و گوش مسئولین برسانم. در قریه بیوه ها در 65 کیلومتری جنوب شهر هرات بیشتر مردان جوان در راه قاچاق مواد مخدر به ایران کشته یا اعدام شدند. و مکنون مسئولیت سرپرستی فرزندان به دوش زنان با کمترین امکانات است.